خداوند توانا. سلام هموطنان عزیز، آرزوی صحتمندی و سلامتی تان دارم. به ویژه برنامه افطاری ما خوش آمدین. امیدوار هستم طاعت و عبادتتان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و امروز ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری کرده باشین. امشب ما افطاری را خانه یکی از بزرگوارای برادرای امارتی ما آمدیم، مفتی صاحب حبیب الله، یکی از بزرگایی که در امارت اسلامی فعلا ایفای وظیفه میکنن. امشب ما خانه اینا آمدیم و مهمان نوازی کردن. خواستیم که یک برنامه خدمت شما هم تقدیم کنیم. یک سفره رمضانی بسیار خوب برای ما تهیه کردن و مفتی صاحب و مهمانای دیگه هم جمع دو ساعت هستن همراه ما. در نخست میخوایم از زبان خودشان معرفیشان را بشنویم و شما هم کم بیش مطمئن هستیم که برنامه‌هایشان را تعقیب کردین. به تلویزیون آریانا از خودشان بیشتر میشنویم. مفتی صاحب سلام، خوب هستین؟ بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. سلامت باشین مفتی صاحب. بیشتر در مورد خود اگر معلومات بدین و برای دوستان هم بگوین در مورد خودتان. اسم ما مفتی حبیب الله نوری، مشهور دقاتی برادر مجاهد من به قطاده، باشنده مرکزی ولایت تخار و یک تن از دلیل مشروعی امارت اسلامی. بسیار خوب، بسیار خوش شدیم با شما را امروز به زحمت ساختیم دیگه. سلامت باشین سب، خوش آمدین. سلامت زنده باشین. و دوستان را میشه به معرفی بگیرین دوستانی که هستن امشب در این سفره افطاری ما؟ بله، مولای سب عبدالباسط که جمله دوستای ما و همچنان صاحب خانه دینجا امرای ما و قاری صاحب مبارک، قاری صاحب اجمل و همچنان فاروق صاحب که جمله اندی والا هستن اینجا فیلن در سفره با ما تشریف دارن. خب بسیار خوب دوستان، ما قبل از این صحبت ها را شروع کنیم، در نخست برنامه شما دیدین که ما افطار کردیم چون ناوختر رسیدیم و دسترخوان آماده بود، گفتیم بیاین که اول افطار کنیم بعد از او گپا را می داشته باشیم. خب بسیار خوب، در مورد مولایی صاحب، مولایی صاحب شما هم خوب هستین؟ شکر هستیم، آرام آرامیست انشاءالله، قرار به قراری هست. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نکم اگر بلندتر صحبت کنیم. فضل احسان خداوند در ماه مبارک رمضان، ماهی بزرگی است که تقویه بخش انسان هاست و انسان ها را تقویه می بخشد. تقویه ازی برای ما روحیه داده که تا این وقت با شما هستیم و خاطره خوبی انشاءالله امشب با شما داشته باشیم. سلامت زنده باشین. و میزبان فکر میکنم مولایی صاحب هستن نگه؟ کل دوست ها هستن؟ بله صاحب، نگه صاحب خانه اینا هستن؟ بله همطور هست. خب بسیار خوب. خب خیلی افطار هم میکنیم و از خوردنی ها را که بخوریم بعد از او باز دیگه گپان انشاءالله میداشته باشیم. بسیار خوب. و یک چیز فراموشم شد در مورد مفتی صاحب که اینا قبلا هم که من با اینا یک مصاحبه داشتم، اگر بیادشان باشه که در مورد رسامی و خطاطی و بعضی چیزها شما گفتین که مهارتهایی دارین داشتین، میشه در مورد از اونا هم صحبت داشته باشین؟ بله سبا، در ارتباط به خطاطی رسامی خود ما در دورهای تعلیمی خود این را کسب کردیم و کمایی کردیم. خطاطی هست، رسامی هست، نقاشی هست، شاعری هست و باز خطاطی ها و رسامی ها و شاعری هم به زبانهای مختلف هست. خب ببینید با چند زبان هم آشنایی دارین؟ بله. خب بسیار خوب. خب اول این سفره که هوا رسیده کم بیش غذا را صرف میکنیم، بعد از صحبت ها را ما میخواستیم امروز وقتتر باید این صحبت ها را قبل از افطار میداشتیم، اما به هر حال بازم حالا چون دسترخوان هوا است بعد از دوستان یک چیز نوش جان کردن و از دیگه حرفا را میداشته باشیم خدمت دوستان. بسیار خوب. خوب گپ است؟ بسیار خوب. بفرمایید. باش که حالا دسترخوان اوار باز یک رقم خوب نمیانی؟
شفاوری جناب مفتی صاحب عزیز و بزرگوار و مجاهد کبیر و بزرگ و عالم توانا را با جمعی از دوستا مجاهدین و همسنگرانشان و به خصوص جوانایی که شب و روز زحمت میکشند در رسانه ها به خاطر انعکاس برنامه های امارت اسلامی و تلاش میورزند که کشور خود را در پرتو قوانین اسلامی به دنیا معرفی بسازند، در اینجا تشریف آوردین و امشب در مهمان ما هستین، همراه ما هستین، در کنار ما هستین. این جای مسیرت و خوشحالی بریم است. سلامت زنده باشین قربانتون. قسمی که پیشترم یادآور شدیم، جایی که رزق روزی انسان حواله باشه همونجا میرسه آدم دیگه، معلوم نیست که در کجا صبح امروز در کجا. و همراه رمضان چطور هستیم مولایی صاحب؟ به این چند روز رمضان انشاءالله که همه تو سرحال و خوش گذشته باشه. رمضان یک ماهی است که قبل از این اگر انسان روزه بگیره برش سختی ها پیش میاد. ماه مبارک رمضان زمانی که خودش فرا میرسه، مطابق حدیث مبارک که وقتی که ماه مبارک رمضان ماهش میبینن و مردم روزه میگیرن، و ما متیقین هستیم به این ماه که از طرف پروردگار برای مسلمان ها و به خصوص برای انسان ها و به صحت انسان ها مفید است. وقتی که مفید بوده باشه، بالخصوص برای ما که ما یکی از جمله کسایی هستیم که در امارت اسلامی من حیث یک مسئولی یک بخش کار میکنیم، در وظیفه میریم، از ماهای قبلی کرده خوشحالتر و سریحالتر و بهتر هستیم. بسیار بار شکر است که ایام ماه مبارک رمضان همه تو به سر حال همه تو خوشحال میگذره، چون یکی از ماهای خاصه است که خدای پاکی را صفت کرده در قرآن عظیم شانم. بسیار خوب، صحبت ها را بیشتر نمی سازیم که دوستا هم ادای نماز دارن و هم باید صرف غذا کنن. انشاءالله در جریان با مفتی صاحبان که هستن صحبت ها را می داشته باشیم. شما بیننده برنامه باشیم. خب دوستا، ما خانه مولایی صاحب باست امشب افطاری را بودیم و همچنان مفتی صاحب هر دو میزبان بودن، ما مهمان بودیم دیگه. امید که شما تا این لحظات برنامه را تعقیب کرده باشین. حالا چند لحظه گفتیم باشه بیشتر با مفتی صاحب شما آشنایی پیدا کنین در مورد زندگیشان، در مورد کار و مصروفیتشان در امارت اسلامی افغانستان که فعلا مصروف چی کار هستن و بیشتر از خودشان میشنیم. مفتی صاحب میشه در مورد زندگیتون بگوین، کجا زندگی میکنین فعلا و بودو باش کجا است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و بعد زندگی ما در مرکز ولایت تخار میباشه و الحمدلله کدام برنامه کاری که داریم فعلا و هم در مجاز در ولایت تخار مرکز است. خب بیشتر وقتا در ولایت تخار میباشین یا کابل میباشین؟ بیشتر وقتها در ولایت تخار میباشیم، اما گاه گاهی فقط به خاطر کدام ضرورت میشه یا کدام وقت سیاحت پیش دوستا ما در مرا کابل میاییم. خب میشه در مورد مصرفیتتون بگوین؟ گرچه در شروع برنامه هم گفتین که شما مسئول که از بخشای در امارت اسلامی هستین، میشه بیشتر معلومات بدین که چی وظیفه را انجام میدین، فعالیت هایتون چی هست؟ وظیفه های مختلفی بوده که ما قبلا انجام دادیم. ما قبلا استاد معسكر بودیم در ولایت کندوز تخار، بعد از او باز معاون مرکزی تخار بودیم، معاون ولسوال، و بعد از او باز رئیس دعوت ارشاد ولایت بودیم و در اواخر مفتی محکمه شهری بودیم. خب و دلیگه رسمی داریم الحمدلله، فعلا اندیوالا هستن، مجاهدین هستن اونجا دیگه، فعلا در پسته امنیتی خودی پانتون هم اندیوالای خودی ماست. خب بسیار خوب. و در مورد درسایتون در ابتدایی را کجا خواندین و تا چی سطح درسها را ادامه دادین پیش بودین؟ درسها را ما درسای ابتدایی را در ولایت کندوز خواندیم، مدرسه خیابان. بسیار جناب
مولوی محب الله و جناب قارس عبدالناصر قریشی اینا استادای ماستن. مولوی سیب رحمت الله که خطیب مدرسه خیابان بودن اینا استادای ماستن و مکتب در فاطمه زهرا خواندیم پایینی باقی ناشیر پایین شهروالی و بعدا دیگه درسه ها را باز تکمیلش در کراچی کردیم از این فاق المدارس. اصل جای شما از ولایت تخار است درست؟ بله. خب بسیار خوب، عروسی کردین دیگه؟ بله کردیم. چند بار؟ یکی بار، یک بار، دو بار؟ یک بار ازدواج کردیم و یک دختر دارم یک پسر. خب بسیار خوب. خودتان اوضاع فعلی افغانستان را چه قسم میبینین و به کابل چگونه میبینین؟ مردم کابل چه رقم میبینین؟ چون هرچی نباشه آدم یک شهر یک منطقه تا دیگه جای فرق میکنه، یک محیط با محیط دیگه. خودتون چه رقم پیدا کردین؟ مردم کابل، مردم در مجموع مردم افغانستان هم اوضاع فعلی افغانستان خوب است، اما تنها چیزی که نگران کننده سی است که برای نظام امارت اسلامی که الحمدلله امنیت و صلح و صفا و تمام خوبی ها را برای ملت آورده، کشورهای همسایه و همچنان کشورهای خارجی و همچنان ملل متحد اینا همکار باشن به خاطر رفاهیت و به خاطر آرامش و به خاطر امنیت ملت بر افتخار افغانستان باید همگیشان بکوشن، به خاطر که مشکلاتی که در چند قرن بود از تقریبا 50 سال 60 سال به این طرف با پیروزی سرتاسری امارت اسلامی تمام مشکلات در افغانستان رفع شده و از شرق تا غرب از شمال تا جنوب این خطه همگی در امنیت و در رفاه و آرامش فعلا زندگی میکنن. خب بسیار خوب. بیشتر یادآورم شدین در شروع برنامه گفتین که شما با چندین زبان آشنایی دارین، اما تو اگه اشتباه نگیرم. بله همونطور است. خب کدام زبان ها را و چطور اینا را آموختین؟ چند زبان خودتون آشنایی دارین؟ زبان های افغانستان، زبانی پشتو، فارسی، ازبکی، زبان ها را یاد دارم و زبانی اردو یاد دارم، زبانی عربی. تقریبا پنج زبان یاد دارین؟ بله. خب تسلط کامل دارین در این زبان ها؟ در این زبان ها تسلط کامل دارم و انگلیسی هم 50% تقریبا یاد دارم. یعنی تقریبا 6 زبان دیگه. میگه هر کسی که هر زبان یاد داشت یک نفر است، اگه 6 زبان یاد داشت 6 نفر است. بسیار گپ خوب است و امی هر قدر که انسان در مورد تحصیل و درس یا خود فکر میکنه، برای آینده اولادتان چی مد نظر گرفتین؟ چی میخواین؟ در آینده چی کاره باید باشه؟ چقدر باید درس بخونن؟ آینده اولاد های ما باید زمینه قسمی برایشان مساعد باشه که تحت نظارت اساتیزه قابل و پرظرف و استاذه های ماهر اینمی وطن ما، اینمی سرزمین ما باید اونا درس بخوانند و مصدر خدمت به جامعه خود و به مسلمان ها شوند. خواه بسیار خوب. و در مورد اوقات بیکاریتان با دوستا کدام سرگرمی تفریح دارین؟ می داشته باشین همراه دوستا؟ خودتان وقت فارغ باشین چی میکنین؟ کتاب میخونین معمولا یا مثلا ورزش میکنین؟ کدام سرگرمی خاص دارین؟ ما در این مدت تقریبا کمی را که سپری کردیم علاقه مندی بله به ورزش داشتیم، فوتبال، والیبال، کانفو، تگواندو در اینا کار کردیم و پهلوانیم یاد داریم الحمدلله. دیگه اوقاتی که بیکار بمانیم و خاطر جمع داشته باشیم باز کمتون شعر و شاعری را مشق میکنیم. خب بسیار این نام خدا دیگه بسیار فعال هستین. پهلوانی، تگواندو، نایفم دیگه کاراته گفتین؟ بله کانفو. و کانفو و در پالی ازو دیگه شعر و شاعری، یعنی خطاطی رسامی گفتین؟ خطاطی و رسامی بله یام یاد است. خب میشه خیلی یکی از اون شعرهایی را که شما نوشتین الهام شده بر شما گفتین درج کتاب چه کردین امور بر ما و دوستا بگین که بیشتر بشنیم ببینیم در کدام کیف و کدام فضا نوشته کردین اشعارا؟ خب من زیاد دارم در
وقتی که دستاربندی ها میشه اساتیزه خصوصا مهتمیم های مدرسه و کسایی که دستاربندی میکنن باز مراجعه میکنن به ما که باید برایشان اشعار جور بکنم و علاوه از او دیگه اشعارهای زیادی ما خودی ما دارم که اشعارها را گفتیم و بیشتر روی چی بحث کردین در اشعاری که نوشتین؟ هر کسی که یک شعر یک چیز نوشته میکنه طبعا یک الهام برزو میشه و به یک آدرس به یک ختمش میره. شما اشعارهای ما بیشتر سری وطن است و سری اتفاق و اتحاد و یک جهتی است و همچنان اشعارهای ما انگیزه ای است که ما افغان ها باید وطنی خود ما بسازیم، یک جهتی خود ما حفظ بکنیم و آرامش در وطن ما خود ما بیاریم و نگذاریم که کسی ما را استفاده بکنه و از ما را در مقابل یک دیگر من اسباب و ذریعه نابود یک دیگر ما بگردانه. قسمی که در چند قرن دشمنای افغانستان، دشمنای سرزمین، دشمنای ملت از ما استفاده کردند. بله. بیشتر به اتفاق و اتحاد است، درست؟ بله سمید. خب بسیار خوب، میخواییم یک چند مصره از شعری که شما نوشته کردین در مورد همین چیزی که دم نخ تیار است میخواییم امیر دوستان بشنوند ببینند و زمانی که دسنگرهای داغ بودیم و روزهای سختی بالای ما میگذشت و در زیر تیاره های B-52 درون و کشفی تقریبا ایستاد شدن کاری هر کس نبود. در وقت این اشعار را جور میکردیم و گویا نسل جوان ما انگیزه میدادیم و ظرفیت میدادیم که به شما جوان هایی که زیر از ایستاد میشین و به خاطر آزادی وطن میجنگین و مبارزه میکنین به شما سلام. و باز گفتیم به جوانی که ز کفار نترسید سلام، به جوانی که ز کفار نترسید سلام، هم ز امریکای غدار نترسید سلام. به همان شعری که در سنگر حق میرزمد از درون چرخک خونخوار نترسید سلام. به همان ساده دل مست دریای جنون ز هراساندن دونالد مردار نترسید سلام. به همان شمله دنگی که نشانی وطن است، به همان شمله دنگی که نشانی وطن است، پیش هر سیل فجیه کار نلرزید سلام. به همان بازی خن جان به کف مرد دلیر، به همان بازی خن جان به کف مرد دلیر، کیزی 52 اشرار نترسید سلام. به همان طالب دیرینه و امروز وطن، به همان طالب دیرینه و امروز وطن، کیزی هر گردش ادوار نترسید سلام. به همان مردی که تسلیم نگردد به غرب، به همان مردی که تسلیم نگردد به غرب، به گلی که زینش خار نترسید سلام. به همان کس که وفادار به دینش ماند و به آن دلار مردار نچسبید سلام. به همان عالمی که حق همی گوید او، از دموکراسی بیکار نخوفید سلام. به امارت که کند جنگ به اعدای وطن، با قیادت که زهر خار نترسید سلام. با زبان شاعر بوی معطر دارد، نوری گر به شوق ایثار نترسید سلام. بسیار جالب. امی خود شعر یک فضا داره، یک کیف میه که من گاهی وقت نوشته میکنم از من باز شعرهای خود اگر در جمع شعر حسابش نمی کنیم، شعر گرچه تصوفی است، صوفیانه نوشته می کنیم در جمع شعر سفید من یعنی سفید نه شعر با وزن و قافیه است، اما شعر تصوفی است. من خودم یعنی زیاد چی نمی کنم چون زیاد مناجات است و به این شکل است، علاقه ما اون طرف است. یک چند سال پیش هم زیاد علاقه داشتم، حالا مو کیف و مو دلگرمی و میش رفت از سر ما. نمیفهم که اینیم چه رقم یک قصه داره که چطور آدم پس بتانه اون حالت دوباره بیاره که بتانه پس ادامه بده. اشعار کس ملکه میخواه و شعر فرصت میخواه، شعر خاطر آرام میخواه، آسودگی میخواه که سروده شوه.
هر قدر خاطر آرام باشه و ملکه و طبع شعری باشه شعر اما قدر زیاد جاری میشه. خب بسیار خوب. خب صحبت های بسیار شیرین امروز مفتی صاحب داشتیم و یک شب رمضانی رو امروزشان تا ساعت های دیر شیشتیم، خیلی سخن های شیرین، گفته های شیرین با جمع از این دوست هایی که داشتیم با مولای صاحب که امروزشان یک جای هم صحبت شدیم. انشاءالله که از داشته های امشب ما خوشتان آمده باشه. افطاری امشب ما همیجا ختم میشه. پیام آخر شما رو میخواییم داشته باشم و بشنوم که چی گفتنی، چی پیام داریم برای هموطنا، برای دوستایی که به سر تا سر برنامه ما شما را به یوتیوب میبینن، گفتنی شما را داخل میخواییم بشنوم. تقریبا عشر اول ده اول ماه مبارک رمضان است. برادرای ثروتمند و توانگر خصوصا به طبقه غربا که مساکن و مستضعف هستند و ضرورت به همکاری دارند، باید از مال خود، از سرمایه خود، چی در افطار، چی در سحری و چی در برنامه های عیدی غربا باید سهیم شوند، زکات مال خود بکشند، عطیات و صدقات خود باید ادا بکنند تا طبقه غریب و مسکین بینوا در ماه مبارک رمضان نمانند. و همچنان صلح و صمیمیت و آرامی که الله عزوجلال نصیب ما کرده و یک قدرتی که الحمدلله ملت خدا در آغوش خود گرفته، حاکمیتی که نظام شرعی را آورده و به قیمت خون و به قیمت قربانی هزارها جوان مسلمان آورده، باید این جایگاه و مقام نظام شرعی را حکومت حفظ بکنن، وحدت خود حفظ بکنن و دیگر نگذارن که دسته های خارجی و دسیسه های خارج و کسایی که بدزن و بدگمان بالای ما هستن و کسایی که نمیخواهند که این ملت در آرامش باشه، سر بلندی ما را، سر افرازی ما را و شکوه ما را نمیخواهند، باید ما همه دست به دست یک بدهیم، متفق و متحد شویم و برای ترقی وطن و برای قوتگیری بیشتر نظامی حاکم در وطن بکوشیم و الله عزوجلال تمام شما را توفیق به نصیب بکنه. آمین. خب تشکر از همراهی شما هموطنان عزیز. به خاطر نظریات نیکتان لطفا کامنت بگذارین و منتظر نظریات نیک شما هستیم. تا افطاری بعدی، تا شب بعدی، خداوند یار و مددگارتان